جنگ مغلوبه بین ارتش سوریه و مخالفان شرایط انسانی در شهر حلب را بحرانی کرده است. سازمان امور بشردوستانه سازمان ملل میگوید تنها در دو روز گذشته 200 هزار نفر از شهر جنگ زده حلب گریختند و آنها که باقی ماندند با کمبود مواد غذایی امکانات پزشکی روبروند. ارتش آزاد سوریه از این صف طولانی خریداران نان محافظت میکند. این مرد میگوید شکر خدا همانطور که میبینید کمی غذا به ما میرسد. دمشق و حلب دو نقطه اصلی نبرد هستند و شورای ملی مخالفان سوریه میگوید شرایط انسانی بعد از محاصره شهر حلب توسط ارتش بدتر شده است. این پزشک بیمارستان حلب میگوید روزانه بین 30 تا 50 زخمی را درمان میکنیم. بسیاری از آنها اعضای بدنشان به شکل فجیعی قطع شده است. سه روز پیش در طی یک روز آتشباران محله فردوس 30 نفر زخمی شدند. 20 جسد پیدا کردیم و همه غیر نظامی بودند. از دو هفته پیش بعد از انفجار ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه و کشته شدن مقامات ارشد سوری، ارتش این کشور به طور بی سابقه بر شدت حملات خود افزوده است.